آخوندها و تمرین راه فرار. در یک هفته گذشته دو ویدیوی تازه از سوی آخوندهای عمام سیاه و سفید در فضای اجتماعی پخش شد که نشان می‌دهد پذیرفته اند نفرت مردم از آنها به حدی شدت یافته که به زودی خشم عمومی آنها را جاروب و تبارشان را برباد خواهد داد. یک نفر از آنان می‌گوید در آبان 98 روز اعتراض گسترده مردم ناچار شده است برای اینکه کشته نشود لباسش را در خودروی شخصیش درآورده و با آهنگ یک خواننده ترکیه‌ای رقصیده تا نشان دهد آخوند نیست. بنزین که گرون شد جمعه بنزینا رو گرون کردن و شنبه من حوزه بودم از شهرک غرب اومدم داخل همت رو بستن و مردم پیاده می شدن شعار می دادن منم با عبا و عمامو و ریش خدای خودت رحم کن اینجا منو بگیرن تا من بیام ثابت کنم بیگناهم سر من رفته. من زود از زیر این زیر پیرنای آبی داشتم عبا و عمامو و لباسمو گفتم خدای تقیه کنیم دیگه چاره ای نیست. عبا و عمامو و لباسو گذاشتم زیر صندلی ماشین یه آهنگ ابراهیم تادلیس ترکیه‌ای دانلود کردم. این حقیقت رو دارم میگم. اینو گذاشتم داخل زب مردم هم هی به من نگاه میکردن و منتظر بودن که ببینن خدای من نظامیم آخوندم چیم که حمله کنن. مردم هم به شدت عصبانی خدای من چیکار کنم چیکار نکنم آهنگ و پلی کردم سرم هم تکون میدادم بودم خدای فقط سمت من نیم به خدا ما هیچ کاره این مردم. مورد دوم سخنان یک آخوند وقیح به نام دانشمند و یک ملای دیگر است که به دنبال پیشنهاد و راهکاری می‌گردند تا آخوندهای حاکم را از گزند خشم مردم در امان نگه دارند. این دو که پس از 43 سال کشتار و فساد و مالندوزی این قشر بی‌خاصیت تازه متوجه وخامت موقعیت خود شده اند به دنبال راهی برای فریب مردم هستند تا قشر بی‌فایده و مزاحم خود را از خشم ناگزیر مردم نجات دهند. در این 4 دهه گذشته در همه عرصه‌های سیاسی و دینی و اجتماعی و قضایی و اقتصادی این روحانیون حاکم بودند که مردم را به طور ایدئولوژیک و سیستماتیک سرکوب کرده و دمار از گرده مردم کشیده اند. فرزندان ملت را چه در زمان جنگ بیهوده 8 ساله و چه در درون کشور بارها به قتلگاه فرستاده یا خود قتل عام کرده اند. حالا این آخوند شیاد که نام غلط انداز دانشمند را هم دارد میگوید هر جا کار خوب صورت میگیرد به پای دین و ما بنویسید و هر جا بد بوده کار ما دیندار و آخوند نبوده و از دین جداست. ما مسلمان ها اگر اسلام رو اونطوری که هست بپذیریم و بفهمیم و عمل بکنیم یک فقیر حاج آقا مصطفی نمیمونه. یک نفر ما نخواهیم داشت در ممالک اسلامی که بخواد شبا تا ناف سرش رو توی سطله زباله بکنه دنبال غذا بگرده. این ننگه برای مسئولین آج آقا، نه فقط ننگه برای ما، برای مسئولین هم ننگه. مملکتی که این همه معادنش، این همه مملکت فقیری که نداریم که. منی که فرض بفرمایید که لباس دین پوشیدم میام از میدون پاستور به عنوان یک کسی که مسئول برطرف کردن مشکلات این مردمم، حالا دستم رو دستم گذاشتم دنبال حواشی زندگی خودمم، بعد یه مرتبه هم یه نمکی هم روی زخمی بپاشم بنزین رو آتیش بریزم، این یهو قصر دردناک میکنه. ما چیکار کرد؟ این کاوری که همه آقان دارن کاوری استما سر کاراشون میکشند وردارن. من پریشب رو منبر گفتم ای کاش میشد یه قانون بگذارن هر کی میخواد رئیس جمهور بشه، نماینده مجلس بشه، یه مسئول بشه، اگه آخونده لباسشو بذاری کنار. درست. آقا عمامه رو بردار برو هر کاری میخوای بشه بشه، لطمه میخوره حاج آقا. این جمهوری اسلامی ها باید بیاد با مردم زلال حرف بزنه، بگه هر جا خدمت به شما شد معذلی برداشته شد اسلامی است، هر جا اشرافیگری شد، تجملگرایی شد، پدرسوخت بازی شد، پارتی بازی شد، بیچارگی شد، کاری با اسلام نداره. زلال مسئولین حرف نمیزنن، همش از اسلام هی مایه میگذارن. آقا دست از سر اسلام بردارید. بله حاج آقا، باید یه کاری بکنیم اینا دست از سر اسلام و قرآن و... نه اینا خیلی از ماهایی که شاید قول و فعلمون تطابق نداره لااقل بگیم آقا این بخش قصه که
جالب این که این مرد دغلکار پیشنهاد می کند که برای پست مثلا ریاست جمهوری فرد آخوندی که نامزد این پست می شود باید لباس ملای خود را درآورده تا لباسمان مثلا پاک بماند و آلوده سیاست نشود. وقیح‌تر و ریاکارتر از این قشر کجا می توان دید؟ مایک پومپئو، جواد ظریف تروریستی است با کت و شلوار و زبان انگلیسی. وزیر خارجه پیشین آمریکا مایک پومپئو در گفتگوی با شبکه العربیه به نکات بی سابقه ای اشاره کرد که پیش از این چنین به صراحت اعلام نشده بود. او گفت جمهوری اسلامی مهمترین رهبران گروه تروریستی القاعده که آمریکا رهبر اصلی آن اسامه بن لادن را به قتل رسانده را در تهران پناه داده است. پومپئو در این گفتگو تاکید کرد که حدود 200 عضو القاعده هنوز در افغانستان هستند، اما بزرگترین رهبران آن در تهران حضور دارند. وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با اشاره به فشار حداکثری در دوران ترامپ گفت اگر تحریم‌های ایران لغو شود، ایران انگیزه‌ای برای مذاکره در مورد برنامه موشک‌های بالستیک یا توقف حمایت از تروریست‌ها نخواهد داشت. مایک پومپئو یادآور شد در رژیم اسلامی تندروها و اعتدالگرایان یکسان هستند. هیچ اعتدال و افراطی وجود ندارد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تروریستی است که تنها لباس زیبا می پوشد و انگلیسی صحبت می کند. او افزود رژیم اسلامی ایران نمی تواند نقش پلیس خوب پلیس بد را بازی کند و فقط پلیس بد است. وزیر خارجه دولت ترامپ در این گفتگو هشدار داد جمهوری اسلامی ضعف دولت بایدن را احساس کرده و به همین دلیل است که تهدید ناوهای آمریکایی در آبهای خلیج فارس را از سر گرفته است. او در این زمینه افزود لغو تحریم‌ها علیه حوثی‌ها اشتباه فاحشی بود که دولت بایدن احتمالاً برای دلجویی از تهران انجام داده است. او در گفتگو با العربیه همچنین تاکید کرد ضعف دولت فعلی آمریکا تهدیدی برای متحدان آمریکا در منطقه است و در همین حال ابراز امیدواری کرد که کنگره بتواند در مقابل بایدن فشار را بر جمهوری اسلامی حفظ کند. اعلام نامزدی تاج‌زاده دست بعضی‌ها را رو کرد. مصطفی تاج‌زاده از اصلاح طلبانی که در دولت محمد خاتمی صاحب پست بوده و در ماجرای جنبش سبز از میرحسین موسوی حمایت کرده، هفته گذشته برای حضور در بی‌اعتبارترین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرده است. او خود می‌داند که صلاحیتش برای نامزدی تایید نخواهد شد، اما قصد دارد مسئله مرده انتخابات را تا جایی که میتواند زنده کند و آن را بر سر زبانها بیندازد. سخنان او در کلاب هاست تا حدودی نامش را به عنوان یک اصلاحگر به میان جریان اصلاح طلبان که رهبر خود خاتمی را از دست رفته میدانند شنیده میشود که مثلا او دارای برنامه است. مسئله اصلی این است که چپهای درمانده و ورشکسته ای مثل فرخ نگهدار و فعال حقوق بشری سابق الهه هیکس که از حضور تاج‌زاده دفاع جانانه می کنند پس از رد صلاحیت تاج‌زاده به چه کسی آویزان خواهند شد؟ تحریم یک انتخابات فرمایشی آخوندی که ماهیت آن برای مردم ایران آشکار است و چنین انتخاباتی را حق خود نمی دانند، عجیبان که از سوی افرادی مثل نگهدار و الهه هیکس در هر صورت یک حق دانسته می شود، در حالی که مردم تحریم را یک حق و مبارزه می دانند. به جز نگهدار که تا کنون به همراه مربع ننگ لندن، بهنود و مهاجرانی و علیزاده همواره در صف رأی‌گیری ها حضور داشته و اخیراً در توییتر به قول خود ویژگی ها و محسنات برنامه تاج‌زاده را برای شرکت در انتخابات برشمرده، الهه هیکس از سوی بی بی سی فارسی به این شبکه فرا خوانده شده تا در یک مناظره با مسیح علی نژاد به دفاع از انتخابات در جمهوری اسلامی بپردازد. او که تا چند سال قبل خود را سخنگوی دیدبان حقوق بشر ایران می‌خواند، حالا به دفاع از انتخاباتی برخواسته که قرار است پس از نسل کشی رژیم در سال 98 توسط حکومت ضد بشری اسلامی برگزار شود. این شخص در زمانی به دفاع از رژیم کشتارگر جمهوری اسلامی می‌پردازد که هنوز خون جوانان ایران از خیابان‌های شهرهای کشور پاک نشده است. او در این مناظره بدون هیچ استدلالی جز یک حرف کلی که انتخابات حق است چیزی نگفته.
بقیه گفته های او در واقع نوعی دفاع از حکومتی است که حداقل با معیارهای حقوق بشری که وی خود را در این زمینه مدعی می‌داند، نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم توسط شورای نگهبان است. تردید نیست که عملکرد شورای نگهبان در رد و انتخاب صلاحیت‌ها مصداق سرکوب شدید حقوق بشر است. بازداشت دوباره پدر و عموی پویا بختیاری. بار دیگر ماموران امنیت رژیم اسلامی به خانواده یکی از معروفترین جانباختگان آبان خونین 98 پویا بختیاری هجوم بردند و پدر و عموی پویا را با ضرب و شتم بازداشت کردند. طبق صحبت‌های مادر منوچهر بختیاری در یک ویدیوی تازه، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با وحشیگری هرچه تمام‌تر به منزل این دو برادر حمله کردند و حتی فرزندان خردسال خانواده را هم کتک زدند و آقای بختیاری پدر پویا را با بدرفتاری به عقب ماشین نشانده و به همراه برادرش به نقطه نامعلومی بردند. ماموریا رخصتن خونه پسرم منوچهر اومده بود و خونه برادرش گرفتن منوچهر من کتک زدن بردن زن و بچه اون یکی برادر چه زدن زدن زن و بچه خود چه زدن بچه کوچیک چه زدن بچه های برادر چه زدن با زور کتک ماموریا بچه منو بردن ناختن تو صندوق عقب منوچهر آخه چرا این کارو می‌کردن خدا رو خوش نمیای چی من به چی شکایت کنم؟ من جمهوری اسلامی به چی شکایت کنم؟ من کار ندارم، من دارم میمیرم، 80 سال من ناراحتی قلبی دارم. من خودم به چی شکایت کنم؟ چرا بچه منو گذاشته تو صندوق عقب ماشین برده؟ چی کار کرده بچه من؟ بچه من فقط دادخواهی بچه‌ش کرده. بچه بزرگش که کشتن نگولده، بچه کوچیکش هم انداختن بکشن. من چی کار کنم؟ خدا؟ من به خدا شکایت میکنم. خانواده بختیاری پس از کشته شدن پویا تا کنون از دادخواهی و مبارزه دست نکشیده و جدا از مادر پویا ناهید شیرپیشه و پدر پویا منوچهر بختیاری تمامی اعضای خانواده بختیاری به طور مرتب از طرق مختلف بر راه پویا برای آزادی ایران از دست حاکمان دینی سرکوبگر تأکید کرده و بارها به خاطر مبارزه و حق‌خواهی خود بازداشت شدند.